اوکیه. خب سلام عرض میکنم خدمتون بچه های عزیز، خیلی خوشحالم که دوباره شما عزیزان رو زیارت میکنم و در خدمتون هستم. بچه ها برای تعدادی از دوستانتون که نتونستین در خدمتشون باشیم، امروز یه کلاسی در رابطه با مبحث قبلی داریم، مباحث رو با هم پیش میریم. انشالله دیگه از هفته آینده کلاس ها به شکل یکسان و یک نواخت همه با هم تو یک ساعت انشالله درس رو شروع خواهیم کرد. امروز بچه ها در رابطه با مبحث فشار با هم شروع میکنیم، به این علت که خب یه سری از بچه ها ممکنه جزء پای دهم باشن، بعضی از بچه ها یازدهم و بعضی هم دوازدهم. مبحثی که انتخاب کردیم برای هر سه رشته و هر البته دو رشته دیگه، تجربی و ریاضی، و هر سه پایه مناسبه. بچه ها درس امروزتون اصولا همیشه یه دونه سوال کنکور رو ازش داشتیم توی سالهای گذشته. ببینید بچه ها، اول از همه میخواییم بفهم اصلا فشار چی هست. ما فشار در جامدات و انشالله امروز با هم بررسی میکنیم و میریم بعد سراغ فشار در مایات. قبل از اینکه من برم سراغ درس اصلی و برم سراغ تست زدن، یه لحظه همه حواسا به من باشه، بیا دو تخته. ببینید بچه ها، کلن با فشار وقتی ما میخواییم کار کنیم و مبحث فشار رو مطرح کنیم، فشار رو توی انگلیسی با کلمه pressure نشون میدن، واسه همین از حرف P استفاده میشه. من برای اینکه قبل از اینکه فرمول رو تو ذهنتون داشته باشید و بسپارید، بهتون توضیح بدم که چطور این فرمول از کجا اومده، یه مثالی میزنم. بچه ها فرض کنید شما یه تشک اینجا دارید. خب روی این تشک یک نفر در حالت اول ایستاده، یک نفر دیگه دراز کشیده. خب در حالت اول وقتی ما به زیر پای شخص نگاه میکنیم، میبینیم مقدار گودی که رو تشک ایجاد شده بیشتره. چرا؟ چون تمام نیروی وزن شخص روی دو قسمت پای شخص متمرکز شده، بنابراین تمام نیروی وزن فرد روی دو پا به تشک منتقل میشه. اما زمانی که فرد دراز میکشه، تمام نیروی وزنش به کل سطحی که رو تشک قرار گرفته تقسیم میشه، بنابراین تمام این قسمت میاد نیرو رو پخش میکنه، پس خیلی گودی زیادی رو شاهد نیستیم. پس این رو متوجه میشیم که هرچی مساحت کمتر شه فشار بیشتر میشه. یه مثال دیگه بزنم شاید براتون ملموستر باشه. شما اگر یه پونس داشته باشید بخواید تو دیوار فرو کنید، خب خودتون بهتر میدونید پونس یک نقطه تیز داره، یک نقطه یک مقدار مسطح‌تر، سطحش بیشتره. شما اگر بیاید قسمت مسطح‌تر رو دو دیوار فشار بدید، اصلا توی دیوار فرو نمیره با اینکه نیروی دست شما یکیه. اما اگر قسمت نازکتر رو دیوار بذارید و یک کوچولو فشار بدید، خیلی راحت توی دیوار فرو میره، به علت اینکه سطح کمتره. یا بازم یه مثال دیگه بزنم، شما شده کاغذ رو شاید همینجوری دست بذارید، اصلا دستتون هیچ آسیبی نمیبینه. اما اگر دستتون شده گاهن از لبه کاغذ که خیلی نازکه رد بشین، دستتون برید. چرا؟ چون باز هم سطح کمه و فشار زیاد میشه. پس اولین چیزی که راجع به فشار میتونیم متوجه بشیم اینه که هر چقدر مساحت رو من کم کنم فشار بیشتر میشه. پس میتونم بفهم فشار رابطه عکس با مساحت داره، پرژر رابطه عکس با اریا یا مساحت داره، یا اون سطح داره به عبارتی. این شد نکته اول. نکته دوم، فرض کنید بچه من یه کیف کوله پشتی انداختم پشتم و توش یه دونه کتاب گذاشتم. حالا من بیام در حالت دوم 5 تا کتاب بذارم توش، هر چقدر تعداد کتاب ها توی کیف بیشتر بشه چه اتفاقی میفته؟ فشاری که به کمر و کول من وارد میکنه بیشتره، یعنی این قسمت فشار بیشتری رو متحمل میشه. چرا؟ چون تعداد کتاب ها بیشتر شده و وزنی که داره بیشتره. یه مثال دیگه رو همین تشک، اگر اینجا یک آدم بیسته و در حالت دوم اینجا من دوتا آدم قرار بدم، قطعاً زیر پای دوتا فرد بیشتر گود میشه. چرا؟ چون نیروی وزنشون بیشتره. این شد تا اینجا. پس ما نتیجه میگیریم که فشار رابطه مستقیم داره با نیرویی که داره وارد میکنه، یا فورس. همه بچه ها اجزایی که تو فیزیک ما استفاده میکنیم و از حروف لاتین استفاده میشه از کلمات انگلیسی اومده. چه بهتر که شما این کلمات رو بدونید، چون جلوتر بچه ها شما مثلا یه وی رو میبینید. من دلیل اینکه تک تک این کلمات انگلیسی رو میگم اینه،
به خاطر اینکه مثلا وی رو شما میبینید تو دهم وی میشه حجم یا ولوم، توی یازدهم وی میتونه باشه ولتاژ، خب توی دوازدهم وی میتونه باشه سرعت یا ولوسیتی. پس اگر دلیلش رو ندونی میگی این حجم است یا این سرعت است. وقتی کلمه رو بدونید یادگیریش براتون آسون تره. پس این شد تا اینجا. پس بچه ها ما میتونیم به این نتیجه برسیم که اگر من این دوتا رو در کنار هم دیگه قرار بدم، فشار میشه مساوی فورس به روی اریا، نیرو به روی مساحت. بچه ها یه لحظه حالا بیاد روی تخته هوشمند من خدمتتون توضیح بدم. ببینید بچه ها براتون اینجا نوشتم، اما نکته ای که اینجا مطرح میشه اینه، گاهی اوقات شما نیاز دارید که روابط رو تعاریفش رو بدونید که تعاریفش چی هست اصلا. حالا نگاه کن، اصلا توی فیزیک نیازی به حفظ کردن هیچ مطلبی نیست، یعنی اصلا ما کلن سراغ حفظ کردن هیچ مطلبی نمیریم. بچه هایی که با من کلاس داشتن توی این دوران و حالا توی مجموعه زریبسه در خدمتشون بودیم دیدن چه تو پایه دهم، چه تو پایه یازدهم و چه تو پایه دوازدهم، هدف از فیزیک گفتن یادگیریه نه حفظش. پس فرض کنید من این تعریفی که این بالا براتون نوشتن رو بلد نیستم. ببینید من میام میگم فشار رابطه مستقیم داره با نیرو به مساحت. حالا اگه بخوام تعریف کنم چی میگم؟ میگم فشار وارد به یک سطح برابر با نسبت به این خط کسی، میگن نسبت دیگه یا تقسیم، نسبت نیرو به مساحت. ببین چقدر راحته. پس چی شد؟ فشار وارد به یک سطح برابر با نسبت نیروی وارد به همون سطح یا نیروی وارد به همون مساحت سطح. بچه ها تا اینجا اوکیه؟ بله متشکرم. بچه ها تا اینجا اوکیه؟ سپاسگزارم، دمتون گرم، آفرین. اوکی. خب حالا بچه ها نگاه کنید، ما در اشکال مختلف فشاری که به دست میاریم متفاوته. یعنی چی؟ یعنی بچه ها مثلا اگر من یک جسمی رو قرار بدم روی یک سطحی، فرض کن مثلا یه جسمه، من قرار میدم روی این سطح، چه اتفاقی میفته؟ نیروی وزن این جسم به دست من وارد میشه و سطح رو شما میبینید که داره بهش نیرو وارد میشه، در نهایت نسبت نیرو به این سطح میشد فشار. حالا اگر من علاوه بر این که اینو میذارم رو دستم، بیام رو دستم باشه فشار دیگه وارد کنم، چه اتفاقی میفته؟ میشه این شکلی که دارید میبینید. ببینید بچه ها توی شکل دوم ما نیروی وزن رو داریم به اضافه نیروی افی که خودمون داریم وارد میکنیم، یعنی ما داریم با دستمون بهش نیرو وارد میکنیم. خب نکته بعدی اینه که حالا فرض کنید مثلا من بیام یک نیروی کج وارد کنم، خودش میاد میگه آقا این نیروی کجی که شما دارید وارد میکنید تشکیل شده از دو تا نیرو، یک نیروی افقی و یک نیرو عمودی. ما نیروی افقی اصلا تأثیر تو فشارمون نداره، فقط نیروهای عمودی رو میگیریم. حالا اگه بخوام باز ساده تر بهتون بگم به این شکلی، لازم بیاد تو تخته بچه ها، کلن از این به بعد شما اگر یه جسمی رو دیدید، خب در حالت عادی که نیروی وزن رو داره، اگر نیروی همجهت یا همسو با نیروی وزن بهش وارد شه، مثلا اینجا یه اف داریم، نمیدونم اینجا یه اف پریم داریم روی شکل، تمام نیروهایی که به سمت پایین وارد میشه بچه ها نیرویه که فشار رو افزایش میده. حالا اگه من بیام با دست نیروی یه مقدار به سمت بالا بکشم، خب مثلا یک نیرو به این سمت وارد کنم، این میاد فشار رو کم میکنه. فرض کن کوله پشتی رو دوشته، یکی بیاد کیفتو اینجوری بگیره به سمت بالا، میگه آخه چقدر راحت شد دیگه فشاری احساس نمی کنم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که یک مقدار نیرو به سمت بالا وارد کرده و نیروی وزن رو کمتر کرده. تا اینجا متوجه شدید بچه‌ها؟ تایید هاتون رو ببینم. آها آفرین، دمتون گرم، عالی، خیلی عالیه. حالا بچه ها برای این که ما بریم این مبحث رو بهتر یاد بگیریم، من چند تا تست آماده کردم. این چند تست رو با هم بررسی میکنیم.
ما روندمون اینه بچه‌ها، تو هر سوال یه چند دقیقه زمان میدیم، شما سوالاتو بررسی میکنید، نگاه میکنید، بعد اگر کسی حل کرده باشه به کمکش میایم سوالاتو حل میکنیم و در نهایت میریم سراغ سوال بعدی. فقط قبل از اینکه من سوال بعدی رو براتون بیارم یه توضیح مختصر بدم بچه ها راجع به یه نکته کوچیک. اول فقط دوباره میگم نگران نباشید، یه توضیح مختصر بدم راجع به نکته کوچیک. ببینید بچه ها، فشار همونطور که بهتون گفتم رابطه مستقیم داره با نیرو و رابطه عکس داره با مساحت. حالا اگر من یه جسمی داشته باشم که شکلش مثل یه آجر باشه، میشه طوری قرار بدم که فشار کم یا زیاد بشه؟ بله. ببینید فرض کنید مثلا یه آجر است، اگر من اون رو از سطح زیادش رو دستم قرار بدم یه فشاری وارد میکنه، اگر اون رو از سطح کم قرار بدم یه فشار دیگه. پس طبق این که آ با فشار رابطه عکس داره، هر چقدر که آ کم بشه فشار بیشتر میشه، هر چقدر که آ زیاد بشه فشار کمتر میشه. پس اگر شما دنبال فشار ماکسیموم باشی، باید آیه مینیموم رو به دست بیارید. حالا برای حل سوال من سکوت میکنم، لطفاً سوال اول رو که براتون قرار دادم حل کنید، بعد به کمکتون سوال رو بررسی میکنیم. دقیقاً درسته الهه. متشکرم. مرسی. خب خیلی عالیه، دمتون گرم بچه ها، مرسی مرسی، آفرین. یکی بچه ها بیاد به عبارتی با هم حل کنیم، دستا بالا کسایی که حل میکنن، کسایی که میان کمک کنن حل کنیم دستا بالا. آها، یکی از دوستان رو بس میکنیم. خیلی عالیه، متشکرم. چیزی شد؟ صداشو بس شد؟ نشد؟ خب بریم ما هم حلش کنیم بچه ها، تا حالا دوستانی دیگه گویا دارن حل میکنن. ببینید بچه ها، یه لحظه قلماتون رو بذارید زمین، حواستا به من باشه. خب ببین سوال چی میگه. ما جلسات قبلم صحبت کردیم بچه ها، برای حل سوال بهترین کار اینه که شما اول سوال رو درک کنی بعد بری سراغ حلش. خب ببین میگه یه آجر به ابعاد 1/10 متر، 2/10 متر و 0.05 متر. خب یعنی ما 3 دونه بعد رو داریم به چگالی 3 گرم به سانتیمتر مکعب. پس من میگم آقا این 3 هر کدومش یکی از ابعاد چگالی هم که همون رو خواهد بود. میگه بیشترین فشاری که به سطح افقی وارد میکنه چند کیلو پاسکاله. پس من میام میگم فشار ماکسیموم میشه مساوی F به آیه مینیموم. خب الان بچه ها گفتیم در حالت عادی اگر کاری به جسم نداشته باشیم فقط نیروی وزن رو وارد میکنه، یعنی در حالت عادی شما اینو قرار بدی اینجا فقط نیرو وزنه. پس ما اولین چیزی که اینجا متوجه میشیم اینه که جای F باید بذاریم MJ یا نیروی وزن به روی آیه مینیمم. خب از ما فشار رو خواسته بچه ها، پس من زیر این می‌نویسم فشار ماکس مجهول منه. خب حالا ام رو نمیبینم تو سوال به من داده، جرم رو تو سوال به من نداده، پس جای جرم رو خالی میذارم، اما ژ رو که دارم میشه 10. مساحت کمترین رو میخوام یا آی مینیمم رو میخوام بچه ها. خب برای به دست آوردن آی مینیمم، برای اینکه اشتباه نکنید، اول کوچکترین بود رو پیدا کنید. کوچکترین بود تو این ستا 0.05. حالا بین 2/10 و 1/10 کدوم کوچکتره؟ 1/10. در هم اگر ضرب کنیم بچه ها میشه چی؟ 5 × 5 = 5. 2 ممیز این داره 1 ممیز این، کلن میشه 10 به توان -3.
پس آ رو میذارم 10 به توان منفی 3 ضرب در 5. خب الان فقط من دنبال نیروی وزن هستم که باید از جرم به دست بیاد. من جرم رو ندارم. جرم رو از کجا به دست بیارم؟ چگالی رو برای همین بچه ها بهتون داده. ببینید ما میدونیم چگالی میشه رو مساوی ام به روی وی. این چیزی بود که تو سال دهم هم خوندید. حالا اگر من به چگالی مخرج یک بدم، طرفین وسطین کنم، خیلی راحت به دست میاد. ام میشه مساوی رو وی. اما رو رو بر حسب گرم به سانتیمتر مکعب داده بچه ها. زمانی که بر حسب گرم به سانتیمتر مکعب به ما میده، یعنی این که شما اگر قرار بدی اینجا به شما گرم میده. من اجازه ندارم گرم رو بذارم در فرمول، چون واحد واحد اصلی پاسکال به هم نمیده. پس یه نکته ای داریم بچه ها. برای تبدیل گرم به سانتیمتر مکعب به کیلوگرم به متر مکعب، ما گفتیم تو مبحث چگالی گفتیم آقا باید ضرب در 10 به توان مثبت 3 بشه. پس 3 گرم به سانتی متر مکعب ضرب در 1000 کنیم میشه 3000. من این رو می نویسم. ضرب در حجم میشه چی؟ طول ضرب در عرض ضرب در ارتفاع. میگم 1/10 در 2/10 که میشه 2/100. 2/100 در 5/100 میشه 10. ضرب در 10 به توان دو تا ممیز این داره، دو تا همینا دارن، میشه 10 به توان منفی 4. حالا نگاه کنید بچه ها، 10 به توان منفی 4 رو 1 0 2 0 3 0 4 0. 3 کیلوگرم 3 رو میذارم اینجا. حالا بالا شده 30 به روی 5 ضرب در 10 به توان منفی 3. 30 رو اگر با 5 ساده کنم میشه 6. 10 به توان منفی 3 بیاد بالا میشه 10 به توان مثبت 3. پس میشه 6 ضرب در 10 به توان مثبت 3 پاسکال. آقا از ما چی خواسته؟ کیلو پاسکال. چیکار میکنم؟ ضرب در 10 به توان منفی 3 میکنم که با این خط بخوره، میشه 6 کیلو پاسکال گزینه 1. حل بچه ها. آفرین، دمتون گرم. متوجه شدید؟ تاییداتونو ببینم. بدو نخوابید بچه ها سر کلاس. خوابیدی؟ آها آفرین، عالی، دمتون گرم، دمتون گرم، مرسی. خیلی خوبه. سوال داره محمدشونم. من بهتون میگم آخر کلاس چجوری سوالاتتونو بپرسید، چجوری من میتونم سوالاتتونو پاسخ بدم. یه کوچولو صبور باشید، آخر کلاس راجع به صحبت میکنیم. اسکرین میخواید بگیرید؟ الان همکارم بهتون نشون میدن تصویر رو که راحت اسکرین شات بگیرید. متشکرم. خیلی عالیه. خب یکی از بچه ها بله هنانه جزوه خودمونه، در طول سال در اختیارتون قرار میگیره، کاملا درسنامه و تست و اینها رو در اختیارتون میذاریم. خب من یک دو تا بچه ها سوال دارم جوابشونو بدم. ببینید بچه ها، من توضیح بدم اول. زمانی که به شما گفته فشار ماکسیموم رو میخوام، بیشترین فشار، باید مساحت من کمترین حد ممکن باشه. خب پس میام میگم میشه امجه به روی آ. آی مینیموم بچه ها، آی مینیموم باید دوتا از کوچکترین ها باشه، 0.05 و 0.1 که در هم ضرب کنی میشه 5 ضرب در 10 به توان منفی 1 یا 5000. حالا بالا جرم رو ندارم، از روی چگالی ام مساوی رو وی جرم رو به دست آوردم، 3 کیلوگرم. 3 کیلوگرم رو اینجا قرار دادم، ضرب در 10 کردم. 30 تقسیم بر 5 میشه 6 که 10 به توان منفی 3 وقتی بیاد بالا میشه مثبت 3 و در نهایت میشه 6000. 6000 رو به خاطر اینکه تبدیل کنم به کیلو پاسکال شده 6، ضرب در 10 به توان منفی 3 کردم. 10 بچه ها، ج، دوستانی که میگن این 10 چیه، این ج، ج یا همون شتاب گرانش زمین که ثابته، که از سال نهم همراهتون بوده. خب برای اینکه بچه ها باز بهتر متوجه بشید، میریم یه سوال دیگه شبیه به این حل کنیم. من سکوت میکنم، سوال بعدی رو لطفا همگی حل کنید. منتظر هستم. متشکرم.
خب بچه ها کسی رو داریم داوطلب بشه به من کمک کنه من اینو حل کنم؟ کسایی که داوطلب هستن دستا بالا ببینیم چه خبره. داوطلبای عزیز، نمیخوام عمل خودت حل کنیم، میخوام با هم حل کنیم. کسی هست؟ آها خوبه. نه خوبه، یه خبرهایی داره میشه. آفرین، دمتون گرم. یه ذره بیامون بر بفرمایید. خب من روش صداتون وصله، میتونید صحبت کنید؟ مهرنوش صدای منو میشنوی؟ استاد من دارم صحبت میکنم، صدامو داری؟ آها الان صداتونو دارم. خوبی؟ ممنون، شما خوبی؟ متشکرم. خب مهرنوش بیا توضیح بده ببینیم سوال چی جوریه. بخون با من سوالو با هم بررسیش کنیم. گفته ابعاد یک جسم به ترتیب 4، 5 و 10 سانتی متر است. این جسم از بزرگترین سطح و کوچکترین سطح روی سطح افقی قرار داده. بله. فشاری که این جسم در این دو حالت ایجاد کرده برابر 3 ضرب 10 به توان منفی 4 پاسکال است. جرم جسم چکیده. بله. بفرمایید، خواهش میکنم، گوش میکنم، در خدمتم. شما بگید، من مثل دست شما عمل میکنم. بفرمایید. چون که گفته که اختلاف فشار، یعنی باید اول فشار بیشترین رو بنویسیم، یعنی اون فشاری که هست روی کمترین سطح، یعنی 10 M به روی 20 ضرب 10 به توان منفی 4. خب یه چیزی، من یه چیزی بگم، نسبت نخواسته، حرف شما درسته، در صورتی که من بگه چند برابره نسبت درسته. خب چون به ما گفته اختلاف، یعنی که از هم کمشون کن، متوجه ای؟ نه برای نسبت نگفتم، من آره دقیقاً میشه 3 ضرب 10 به توان 4. پس طبق چیزی که شما گفتی من می‌نویسم، امو که ندارم، ده هم که ژ دیگه، ما جای فشار میتونیم بنویسیم ام ژ به روی آ که دوستتون گفت. اما بچه‌ها نکته‌ای که داره اینجا و دوستتون هم بهش اشاره کرد، آقا فشار وقتی ماکسیمومه آی من باید مینیمم باشه، که دوستتون گفت کمترینه رو پیدا می‌کنیم. پس ام ضرب در 10، حالا مهرنوش بود صداش بس بود؟ مهرنوش تو اینا کدومش کمترین انتخاب کنیم؟ دو تاشو می‌خوایم. 4 سانتی متر و 5 سانتی متر. دقیقاً میشه چند؟ آفرین، میشه 20 سانتی متر مربع که بخوای به متر تبدیل کنیم، بعد ضرب در 10 به توان چند کنیم مهرنوش؟ -4. آفرین، دقیقاً، ماشاءالله. در ادامه حالا فشار مینیمم دوباره ام ضرب در 10 که مهرنوش گفت، حالا باید آی چی رو انتخاب کنیم مهرنوش؟ آفرین، دنبال آی بزرگتر میریم. چرا؟ چون فشار کم شه. پس میام میگم جزء اینا بزرگتر میشه 5 ضرب در 10 که مهرنوش گفت میشه 50 ضرب در 10 به توان منفی 4. خب حالا چیکار کنم مهرنوش؟ آره خب حالا بعد اینجا رو مخرج مشترک بگیریم بین 50 و 20، مخرج مشترکی که من میگیرم میگم 100 ضرب در 10 به توان منفی 4. بچه ها 20 ضرب در چند میشه 100؟ ضرب در 5، درسته یا نه؟ پس بالا هم امو باید ضرب در 5 کنیم. 5 ضرب در 10 ضرب در میشه چقدر مهرنوش؟ میشه 50. دقیقاً. حالا این ور از ضرب در چند بشه؟ ضرب در 2. پس بالا هم بعد صورتم ضرب در 2 کنم، میشه منهای 20. آفرین، مساوی 3 ضرب در 10 به توان 4. خیلی ساده شد. الان دو تا رو از هم کم کنیم، کلا یه دونه cm به ما میده. اینم که بخوای ساده کنی مخرج یک بدی، اول که 3 رو میتونی با این 3 بزنی، اینجا یه 10 موند کلا. خب 10 m طرف وسط این کن، میشه 10 m مساویه، بچا این باید در این ضرب شه، میشه 100 ضرب در 10 به توان منفی 4 ضرب در 10 به توان مثبت 4. خب این دو تا رو با هم میزنم میشه چی؟ میشه 10 m مساوی 100، پس m میشه مساوی 10 کیلوگرم. گزینه 1. مهرنوش عالی، دمت گرم، آفرین، آفرین، متشکرم ازت، سپاسگزارم. خب بچه ها من یه بار دیگه یه توضیح بدم، یک تو تا بچه ها شاید یه مقدار مشکل داشتن، یه توضیح مختصر بدم. چون بچه ها به ما میگه آقا من یه جسمی دادم، یه بار اینجوری گذاشتم، یه بار از سطح کوچیک گذاشتم، دو تا فشار به دست اومد. خب این دو تا فشار، یه بار فشارش کمترین بود، یه بار بیشترین. فشار بیشترینه، بعد مساحت چی باشه؟ کمترین. بین این سه تا بعد دو تا انتخاب کنم که کوچکترینن،
4 5 تا 20 تا، پس میشه 10 ام به روی 20 ضرب در 10 به توان منفی 4. حالا باید منهای فشار مینیمم بشه. فشار مینیمم کدومه؟ دوباره میشه 2 ضرب در ام ضرب در 10 به روی 50 ضرب در 10 به توان منفی 4 که مخرج مشترک 100 ضرب در 10 به توان منفی 4 رو میگیرم. بالا میام میگم آقا 50 ضرب در 2 میشه 100، پس بالا هم باید ضرب در 2 کنم. این ور چی؟ 20 ضرب در 5 میشه 100، پس بالا هم باید ضرب در 5 کنم. میشه 50 ام و 20 ام کم کن میشه 30 ام، طرف وسطه میکنی ام به دست میاد. ابوالفضل متوجه شد؟ ابوالفضل خب 10 به توان منفی 4 دوستتون میگه از مخرج از کجا اومده آقا؟ 10 به توان منفی 4 ببینید سانتی متر همه اینا، برای که همشون تبدیل به متر بشه ضرب در 10 به توان منفی 2 رو دارن همشون، هر سه تاشون. خب وقتی ما دو تاشو در هم ضرب میکنیم دو تا 10 به توان منفی 2 باید ضرب شه که میشه 10 به توان منفی 4. فریده کجاشو متوجه نشده دختر من؟ فریده زنده باشی خواهش میکنم، کاری نکردم. فریده جایش هست متوجه نشده؟ حاتمی عالی شمایی، مرسی، دمتون گرم. خب خیلی عالیه، خیلی عالی بچه ها. حالا میخوایم بریم سراغ، ممنون از شما، دمتون گرم. فشار در جامدات، اوکی بسیار عالی، دمتون گرم. فشار در جامدات بچه ها تو همون سبک و سیاقیه که دارید ملاحظه میکنید دیگه، سخت‌تر از این نمیتونن بدن مگر اینکه بخوام با تجزیه بردار بدن که اون رو بچهای 12 تو فصل دینامیک میخونن که اون اصلا جدا کار میکنید. حالا میخوایم بریم سراغ مشکل اصلی بچه ها، فشار در مایعات. بچه ها ما میخوایم امروز یه قلقی کار کنیم که تو این قلق فشار در مایعات رو راحت متوجه شیم، یعنی راحت بتونیم حلش کنیم. توجه کنید بچه ها، فشار در مایعات هم بهتون بگم و بعد بریم واسه حل تست. پس اول بیاید تو تخته با هم کار کنیم. ببینید بچه ها، زمانی که شما میاد یک جسمی رو تو یک مایع قرار میدید، حالا مایع یا گاز، من فعلا با مایع کار دارم چون گاز خیلی برای شما مطرح نشده بجز واسه بچهای رشته ریاضی. فرض کنید بچه‌ها مثلا اینجا یک بستره، یک اقیانوس، یک رودخانه است، حالا هر چیزی که می‌خواید اسمشو بذارید، و این هم آب. خب من اگر بیام یک جسمی رو اینجا قرار بدم بچه‌ها، فرض کن مثلا یه جسمی اینجا گذاشتم، از همه میشه گفت اطراف این جسم به این داره نیرو وارد میشه. خب هر چقدر که این جسم تغییر میکنه، یعنی میاد پایینتر میره بالاتر، یه سری از المانهای مختلف توش تغییر میکنه، این نیروی که به این داره تغییر میکنه متفاوت میشه. اول از همه بچه ها، اگه من بخوام فشار رو توی این جسم به دست بیارم، اولین چیزی که واسه من موثره جنس اون آبه. آقا یعنی چی؟ متوجه نشدم. ببینید بچه ها، شما بعضی وقتا میری استخر شنا میکنی، بعد از استخر میای بیرون میگی آخه چقدر سبک شدم، چقدر آب سبک بود. بعضی وقتا میری استخر میای بیرون بعد یه ساعت میگی بابا چقدر سنگین بود، اصلا خستم کرد، به خاطر یونها و کلور توی اون آبه. بعضی وقتا یه مثال دیگه واسهت بزنم، میری دریای خزر شنا میکنی، میای بیرون میگی سرحال شدم، بعد توی دریای خزر وقتی شنا میکنی خیلی راحت میری زیر آب، اما میری تو دریاچه ارومیه شنا کنی، هرچی تلاش میکنی این آقا زیر آب نمیری، غرق نمیشی. چرا؟ چگالیش بیشتره. بچه ها جنس ماده وابسته به چگالیه. خب یعنی میشه گفت چگالی وابسته به جنس، برعکسش هم به همیشه. هر چقدر چگالی بیشتر باشه یعنی اون مایه سنگین تره. حالا حساب کن من مثلا برم زیر یه آبی، یه متر برم زیر آب، یه متر برم زیر جیوه، کدوم فشار بیشتری به من میاره؟ قطعا جیوه. چرا؟ چون آب بچه ها چگالیش هزاره، چگالی جیوه چقدره؟ 13600، یعنی 13 برابر حدودن. پس قطعا فشاری که به من وارد میکنه بیشتره. پس اولین چیزی که مهمه چگالیه، که جنس اون ماده چیه، آب خالیه، آب با چه یونیه، فلزات سنگین داره یا نداره، همه اینا مهمه. دو بچه ها، این که این دریاچه کجا باشه، یعنی ما یک قسمتی تو فیزیک داریم بهش میگیم شتاب گرانش، که شما اینطور خوندید میگید آقا شتاب گرانش همون دهه، یا شما اگه بخواید دقیق تر بگید میگید 9.8. بچه ها ولی اگه درست تر بخوام بهتون بگم،
شتاب گرانش یا همون گراویتی یا همون ژ که شما میگید 10 یک عدد ثابت نیست، هر جای زمین متفاوته. ولی چون شما فعلا دارید فیزیک رو به شکل کلاسیک و پایه میخونید، واسه شما همون 10 میگیرن. اما وقتی میری دانشگاه این ژی که داری میبینی و بعدا باید بری محاسبه کنی با فرمولای خودش، واسه همینه که اینجا نوشتنش. و نکته بعدی عمقه. بچه ها وقتی این جسم اینجا قرار میگیره مثلا 10 لایه آب بالاشه، وقتی اینجا قرار بگیره میشه مثلا 20 تا. خب پس هر چقدر جسم در عمق بیشتری قرار بگیره فشار بیشتری بهش وارد میشه. واسه همین زیر دریایی‌های مختلفی که دارن میسازن هر چقدر اگه قرار باشه عمیق‌تر حرکت کنه فناوریش پیشرفته‌تره، نمیتونن به همین سادگی هر کشوری واسه خودش بسازه، چون در عمق زیاد فشار به شدت زیاد میشه. خب پس اینم میشه عمق یا همون ارتفاع. حالا بریم سراغ تست بچه‌ها. اینجا ببینید نکته رو با هم بررسی کنیم. ببینید بچه ها اینجا واسهتون نوشتم، گفتم آقا زمانی که ما یک جسم داریم از همه جوانب توی اون شاره بهش فشار وارد میشه. خب اما ما میایم فشاری که به اون وارد میشه رو با فرمول روژه هاش میگیریم. خب یعنی چی؟ یعنی این که کلن چیزی که اینجا واسه ما مطرح میشه فشار میشه مساوی روژه هاش که گفتم هاش میشه عمق یا ارتفاع، ژ میشه همون گراویتی یا گرانش، و رو هم میشه چگالی. ما جلسه قبل اثبات این فرمول رو هم خدمت بچه‌ها گفتیم، فرصت بشه آخری کلاس حتما اثباتش هم بهتون میگم که دقیقاً توی فیزیک از کجا به وجود اومده این روژه هاش. خب حالا بچه ها برای اینکه با هم ساده تر بتونیم سوالات رو بررسی کنیم و راحت تر با سوالات کنار بیاییم، از این به بعد بین من و شما یه قلقی میذاریم. آقا از این به بعد اگه خواستی فشار رو به دست بیاری توی نقطه، خوب گوش کن به من، اگه قرار شد فشار رو توی یک نقطه به دست بیاری، اولا اینکه زیر اون نقطه رو اصلا در نظر نمیگیریم. آقا من میخوام فشار مثلا توی یک لیوان آب رو به دست بیارم، آقا این آبه من میخوام توی این نقطه به دست بیارم، زیر این نقطه به درد من نمیخوره، ما تو فشار همیشه به بالا نگاه میکنیم. اولین نکته پس این شد که همیشه به بالا نگاه کن، پایینشو بریز دور. بالا رو وقتی نگاه میکنی بچه ها سه تا چیز میتونی ببینی، یا جامد میبینی یا مایع میبینی یا گاز، یکی از این ستاست. اگر بچه ها جامد دیدیم یا سالید دیدیم می نویسیم MJ به رو آ که چند دقیقه پیش باش سوال حل کردیم. اگر مایع دیدیم یا لیکوید دیدیم می نویسیم روژه هاش. اگر گاز دیدیم یا گس دیدیم می نویسیم پی گاز. خب حالا همین پی گاز رو بچه های رشته ریاضی تو فصل ترمودینامیک میخونن، بهش میگیم پی وی مساوی انارتی. پس من اگه واردش نمیشم به این علته که اون فصل جدا واسه بچه های رشته ریاضیه و کلاسمون مجزا واسه اون گروه تشکیل خواهد شد. این هم از این. پس چی شد؟ اگر بالا رو نگاه کردی دیدی جامده، شد امجه به روها. اگر مایع بود روژه هاش، اگرم گاز بود پی گاز، تموم. حالا آقا مثلا من این صفحه سفید باز میکنم ببینید بچه ها، فرض کنید اینجا برای من یک استوانه کشیده، توی این استوانه مثلا گفته تا اینجا یه مایه، بعد مثلا تا اینجا یه مایه دیگه است، این یه قسمت هم یک سیلندره که این پیستونشه، بالا هم مثلا فشار هوا داریم. آقا میشه فشار وارد به این کفا به دست بیاری؟ بله. ببینید برای به دست آوردن فشار این کف میام میگم آقا مثلا فشار نقطه M رو از من میخواد، چشم، میشه فشار نقطه M، بالاشو نگاه میکنم آقا مایه، بله، مینویسم رو ژه هاش. دوباره آقا مایه، بله، مینویسم رو دو ژه هاش دو. آقا بالاش سیلندره، جسم جامده، چی بنویسم؟ امجه به روها. آقا بالاش بازم دارم گاز میبینم، بنویس به اضافه پی گاز. آقا
اگه 10 تا دیگه هم مایه بدن 10 تا روژه هاش دیگه اضافه کن، 10 تا دیگه هم جامد بدن 10 تا دیگه امجه برو آ. یعنی دیگه اینجا ما محدودیتی نداریم، این قلقه کمکمون میکنه که راحت تر جوابو به دست بیاریم. یکی از بچه ها سوال خوبی میکنه، میگه گاز با فشار هوا یکیه؟ بچه ها در حالت عادی بله، ولی اگه بگه تو اینجا فضا مثلا با گاز فلان پر شده فرق میکنه، یا باید به ما بده یا بچه های رشته ریاضی به کمک پی وی مساوی انارتی برن فشار رو به دست بیارن. با روش عادی که بچه های تجربه میخونن به دست نمیاد. بچه ها اوکیه؟ تاییداتون رو ببینم، تاییداتون رو ببینم. بدو بدو، آفرین، دمتون گرم، آفرین. علامای دهر، سلاطین، مرسی، خیلی عالیه. امیر حسین اجازه میدی جلوتر توضیح بدم که دوباره تکرار مکررات نشه؟ میدونم اگه گیر کردی بهت آخر کلاس هم میگم چجوری از خود من بپرسی. مهدی میگه من ریاضی هم به دردم نمیخوره. چرا؟ ریاضی این فصل با اون فصل ادغام میشه، یوم میشه فصل ترمودینامیک و فشار فرم سالاش ترکیب میشه با هم، بهتون میگم. خب عالی بچه ها، حالا بریم یه دونه سوال اول حل کنیم شبیه به این باشه، بعد برگردیم سوالای دیگه. خب میدونم بچه ها نکته واسه تون تازه است، شاید خیلی بچه ها ندیدن هنوز این مبحثو. ما هدفمون اینه وقتی به شما میگیم سوالو حل کنید، این که بیاید از ایده های خودتون استفاده کنید حلش کنید. پس من این بغل فرمولا رو یه بار مینویسم، خودتون سوال شما حل کنید، بعد من در خدمتتون هستم. پس یادتون نره اگر جامد باشه یا سالید باشه میشه MJ به روی A، اگر مایع یا لیکوید باشه میشه رو ژ هاش، اگر گاز یا همون گس باشه میشه پی گاز. من سکوت میکنم سوال رو شما حل کنید، بعد مثل سوال قبلی به کمک دوستاتون حلش میکنیم. دمتون گرم. خب امیرحسین سوال داره، 2 گرم باید تبدیل بشه به کیلو. این رقم صدای امیرحسینی میشه واسه من؟ امیر حسین درخواست بده صدا تو وضع کنیم، با هم صحبت کنیم، با هم حلش کنیم. امیر حسین بدو ببینم. آها خوبه. امیر حسین صحبت کن. سلام. سلام، خوبی؟ متشکرم. شما قربونت، فدات شم. امیر حسین جان یه دقیقه گوش کن، بیا با هم اصلا یکم سوالو بررسی کنیم، اول تجزیه تحلیل اولیه‌اشو انجام بدیم، بعد به کمک دوستات یا خودت حلش کنیم. امیر حسین ببین، ما جرم واحد اصلیمون کلن چیه؟ جرم؟ کیلوگرم. آفرین. زمانی که جرم کیلوگرمه پس دیگه من تبدیل کردنش برام مهم نیست، پس این اوکیه. وقتی گفته سطح مقطع، امیر حسین طول یک چیزو وقتی ما میخوایم بگیم توی فیزیک خوندی طولو بر حسب چی میگیم اصولا؟ واحد اصلیمونو میگم. آفرین، دمت گرم. زمانی که به من گفته سانتی متر مربع، یعنی 2 تا سانتی متر رو باید تبدیل کنم به متر، هر یه دونه سانتی متر رو چجوری تبدیل میکنم به متر؟ ضرب در آرامش، ضرب در دعوه توان منفی 2 میکنیم، درسته؟ حالا چون 2 تا بعد بشه 2 تا ضرب در دعوه توان منفی 2 میشه، دعوه توان منفی دمت گرم. آفرین،
ده به توان منفی 4. خب چگالی رو بر حسب گرم به سانتی متر مکعب داده، واحد فرعیه، تو سال قبلی هم حل کردیم. ضرب در چند می‌کردیم امیر حسین؟ که تعبیرش کنم به کیلوگرم. آفرین، کیلوگرم به متر مکعب. ضرب در چند کردیم؟ ضرب در 1000. آفرین آفرین، دمت گرم. ضرب در 1000 می‌کنی میشه 2000. باقیش هم که دونه متر مکعب. دمت گرم، یاد گرفتی امیر حسین؟ بله بله. دمت گرم، عالی، مرسی. خب بچه حالا بیایید با هم سوال حل کنیم، خوب گوش کنید. آقا از نقطه A شروع میکنم میرم بالا، گفتم پایین رو نگاه نمی کنم، پایین به درد من نمیخوره. الان زمین به پای من فشار وارد نمیکنه، منم که دارم به زمین فشار وارد میکنم، پس پایین رو نمیخوام. برو بالا. آقا بالا رو نگاه میکنم، اولین چیزی که میبینم مایه است، میگم روژه هاش. میرم بالاتر یک پیستون میبینم، میشه چی؟ امجه به روی آ. بالاتر میرم چی میبینم؟ خودش گفته آقا فشار جو، فشار گاز. حالا رو چند بود؟ امیر حسین گفت، گفت تبدیل میکنیم، ضرب در 1000 کردیم، شد چی؟ 2000. جه چی شد؟ 10. ارتفاع رو قشنگ نگاه کن، کل ارتفاع رو به من داده 50 سانتیمتر، من فقط بالاشو میخوام. 20 سانتیمتر پایینشه، بالاش میشه 30 سانتیمتر. ضرب در 30 ضرب در 10 به توان منفی 2 به اضافه امجه چقدره؟ جرم 3 کیلوگرم، جه 10. مساحت هم که امیرحسین زحمت تبدیل واحدشو کشید شد 100 ضرب در 10 به توان منفی 4، میشه 100 ضرب در 10 به توان منفی 4 به اضافه فشار هوا چقدره؟ 100,000 یا 10 به توان مثبت 5. بریم حساب کتاب کنیم با هم. آقا 10 به توان منفی 2 با این 2 صفر میره، 3 ضرب در 2000 میشه چقدر؟ 6000. این بالا میرسم که همه ببینن، اینو یکم قطورتر کنیم بچه ها ببینن. به اضافه 100 با این 10 به توان منفی 4 میره، خب البته 100 نیست، 10، این چیزی هست 10، یه دو صفرشو خط بزنید بچه ها، صفر این با این میره، 10 به توان منفی 4 بیاد بالا میشه مثبت 4، با 3 میشه 30000. یه دونه 100000 هم دارم، کلن میشه 136000. سه تا صفرشو باید خط بزنم میشه 136. متوجه شدید بچه ها؟ بچه ها متوجه شدید؟ سیه میگه کجا به دست اومده؟ بچه ها نگاه کنید، کل ارتفاع مایع من 50ه، 20 تا اون زیره، گفتم زیرو بریز دور، 20 تای پایین رو میریزم دور، چقدر میمونه؟ 30 تا. من دنبال اون سیه میگردم، سیه رو تبدیل به متر میکنم. دمتون گرم، دمتون گرم، خیلی عالیه. خب بچه ها یه بار دیگه چشم بهتون میگم، یه بار دیگه میگم حتما، بچه ها سر کلاس من 10 بارم بپرسید من جواب میدم، مشکل نداره، بپرسید راحت باشید. خب دوستان میخوان اسکرین شات بگیرن گویا، مرسی جانم امیر حسین، بگو سوال تو بپرس. سوال اسماعیل میکنم. جون دلم بگو عزیزم. استاد یه سوال هست، معلممون بهمون داده بود، خواستم ببینم میتونی شما توضیح بدید. خب امیر حسین و باقی بچه ها، ببینید بچه ها، برای حل سوال ما داریم یه سری فرایند رو انجام میدیم که بتونم مستقیم بهتون سوالا رو توضیح بدم. خب بچه های پشتیبان ظریف سه دارن یه شماره داره واسه تون زیرنویس میشه، سوالات فیزیکتون رو میپرسید اونجا، میفرستید اونجا، میپرسید برای من ارسال میشه، من جواب میدم، وایس میدم، مینویسم، بعد بهتون پاسخ میدم. خیالتون تخت حله؟ خب اینم از این. بریم سراغ بله، واحدها SI باید باشه، سیستم اینترنشنال. یه بار دیگه میخواد اسکرین بگیری، یه بار دیگه میخواد اسکرین بگیرن، مرسی. خب بچه ها میدونم زنگ قبل هم یه سری از دوستان خب تو کلاس زیستمون بودن، استاد عزیزی که استاد من هستن، بله استاد حبیب نیا، استاد عزیز من که من درس پس میدم پیش ایشون، افتخار همکاری در کنار ایشون رو دارم، قطعا میدونم که یه مقدار خسته هم هستید. خب ما یه سوال دیگه حل میکنیم، بعد باقی مطالب رو انتقال میدیم به جلسه بعد، انشالله جلسه بعد در خدمتتون هستیم. حله؟ خب بریم یه سوال خوب دیگه با هم حل کنیم بچه ها. اینم سوال خیلی قشنگیه، نکته داره، یه دقیقه زمان میدم همه حل کنید، بعد در خدمتتون هستم. متشکرم.
بریم آقا. آقا دمتون گرم، مرسی. من بودم بعد یک کلاس زیست پروپیمون استاد و بعدم که حالا کلاس خود من قطعا تا حالا خواستم. دمتون گرم که دارید پا به پا میایید، واقعا دمتون گرم. بچه ها بیایید با هم حلش کنیم این سوالو. یه دقیقه نگاه کن آقا، زمانی که یه دونه لوله اینجوری افقی میشه، من این قسمت افقی رو انگار میکنم میندازم دور، افقی برام مهم نیست، من دنبال عمودی ام بچه ها. یعنی اگر مثلا میگم من یه چیز اینجا عمودی قرار بدم به این فشار میاره، افقی که اصلا فشار وارد نمی کنه. خب پس من یه 80 سانتیمتر اینجا دارم از این مایه، یه 20 سانتیمتر هم اینجا دارم. امیر حسین یه حرف خوبی زد، گفت آقا هر وقت خواستی گرم به سانتیمتر مکعب و تبدیل به کیلوگرم به متر مکعب زد در 1000. آقا ما هم میبینیم گرم به سانتیمتر مکعب زد در 1000 میشه چقدر؟ 900. تمام. حالا میگیم آقا فشار رو به این نقطه به دست بیاریم، فشار بالاش فقط روژه هاش میبینم. آی حسینی اینجاش خوشگله، من دوبال اینجاشم. یه دقیقه نگاه کن، بالای این بازه. بعضی از بچه ها فشار هوا رو در نظر نگرفتن. دلیلش چی بوده؟ دلیلش این بوده گفتن آقا سوال به ما نداده. ولی این دلیل منطقی نیست. فرض کنیم سوال به شما میگفت آقا پی گاز یا پی هوا 10^5، اون موقع میخواستی در نظر بگیری؟ اون موقع بیچاره میشدیم. چرا؟ چون اصلا داید در نظر گرفته نمیشد. حالا دلیل و منطقش چیه بچه ها؟ ما گفتیم فیزیکو میخوایم دقیقا منطقی کنار بیاییم باهاش. پس گوش کن آقا، اگر این پایین که اینجا زمینه این بسته بود، بله حرف شما درست بود، فقط فشار هوا از بالا وارد میشد. اما سال اومده زرنگی کرده، پایین رو باز گذاشته، پس فشار هوا از پایین هم داره وارد میشه. فرض کن یه جسم اینجاست، یه فشار از پایین وارد میشه، یه فشار از بالا، خواهم دیگر رو خونسا میکنن، پس دیگه در نظر نمیگیریم. آقا میشه یه مثال دیگه هم بزنی؟ بله، مثل لوله های یو شکله. بچه ها لوله های یو شکل اگه دو طرفش باز بود فشار هوا رو خط میزدیم. چرا؟ چون از دو طرف وارد میشد همدیگر رو خونسا میکرد. پس این که دلیل این که نداده، چون اصلا به درد ما نمیخورده که بخواد بده. حالا میگم آقا رو چقدره؟ 900. ژ چقدره؟ 10. ارتفاع رو چقدر بگیرم؟ 20 تا اینجا دارم، 80 تا اینجا، 100 تا میشه ضرب در 100 ضرب در 10 به توان منفی 4 منفی 2 ببخشید، 10 به توان منفی 2 با این دو صفر بره، این میشه 9000. شد 9000 پاسکال. از ما چی خواسته بچه ها؟ نیرو خواسته. یعنی چی؟ خوب گوش کن. ببینید بچه ها، حالا دقیقه بیاید تو تخته من نکته کوچیک بهتون بگم. ببینید بچه ها، ما میگیم پرژر میشه فورس به روی اریا، یا همون فشار میشه نسبت نیرو به مساحت، که مشخصه. اگر من به این مخرج یک بدم، نیرو میشه مساوی فشار در مساحت. حالا اینجا اما چی خواسته بود؟ نیرو رو میخواست. پس من بعد برگردم برم سراغ نیرو. حالا بیا اگر من بخوام نیرو رو به دست بیارم، میام میگم نیرو میشه فشاری که داره وارد میکنه به اون مساحت، به اون سطح. فشار چقدر شده بود؟ 9000. مساحت این کف چقدره؟ خودش گفته 60 سانتیمتر مربع. 60 ضرب در 10 به توان منفی 4. صفرها رو بزن، 1 2 3 4، 6 9 تا 54 تا. گزینه 1. بچه ها جالبه بدونید سوال کنکور سراسریه، کمتر از 1 دقیقه میشه این سوالو حل کرد، فقط لازمه کم دقت داشته باشید. بچه ها 10^-2 از کجا اومد؟ رها دخترم، 10^-2 از اینجا اومد که این 100 سانتیمتر رو من تبدیل کردم به متر. میخوان اسکرینشات بگیرم بچه ها، دمتون گرم، چه حساسن رو اسکرینشات بچه های من. بچه های گل، اولا اینکه باعث افتخارم بود امروزم این توفیق رو داشتم در خدمت شما عزیزان بودم. اگر کمی و کاستی تو کلاس بنده بود به بزرگی و مهربونی خودتون ببخشید و دمتون گرم. آره بچه ها لطفا نظرتون رو با قلب باید بگن، نظر رو آره با قلب، اگر خوب قلب بذار، اگه خوب نیست قلب نذار. نظرها رو ببینم. آها چه قلبایی میبینم، به 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 به، دمتون گرم، مرسی از همتون. سلام گرم من رو به خانواده‌های مهربونتون برسونید، باعث افتخارم بود که امروز در خدمتتون بودم. بچه‌ها راه این که چجوری سوال بپرسید،
اینکه آقا کلاس‌ها چه جوریه، دوره‌ها چه جوریه، همه اینها رو از پشتیبانان عزیز که در خدمتتون هستن بپرسید. از پیج zarib3.ir توی اینستاگرام و شماره‌ای که براتون زیرنویس شده بپرسید. دمتون گرم، مراقب خودتون باشید، موفق و معید باشید، خدا نگهدار. سلام بچه‌های عزیزم، من فرید خیری هستم، دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف، دارای مدال نقره المپیاد ریاضی و مسابقه 15 سال تدریس ریاضیات کنکور. بچه‌های عزیزم، ما امسال یک برنامه بسیار ویژه تو مجموعه ضریب 3 برات داریم. اگه با سبک آموزش من آشنا باشی، ما همه درسنامه‌ها رو به صورت فول انیمیشن یاد میدیم که تو کمترین زمان بیشترین محتواها بهت منتقل بشه. یعنی اگه ریاضیت صفر صفره نگران نباش، من اینجا کنارتم تا مطمئن بشم ریاضی نقطه قوتت میشه. امیدوارم برات بهترین ها اتفاق بیفته و توی کلاس های آنلاین ببینمت.